عروسکایی که رو کوله یک کوله پشتی هن و اونم سوار بر پشت یه آدمیه که خیلی پشت کار داره. من شاهد هستم. حالا شما خوب؟ شاهد از غیب رسید. نه قرار ملاقاتی باش داشتم، نه قبلا دیده بودمش. اومده بود سری به خونش بزنه که از قضا منم اونجا بودم. اینجا خانه هنرمندانه. من مرداد ماه هم نمایشگاه دارم، خانه هنرمندان یک پرفورمنس یک روزه است. جلو اومدم واسه همین قضیه که صحبت کنم. حالا اگه بیشتر میخواهید با شاهد آشنا شید، به گفتگوی من با او توجه کنید. شغل عروسک ساز، طراح پرفورمنس، نقاش، کارگردان، نویسنده دیگه و ساز موسیقی، کار موسیقی هم می‌کنم. ولی اصلی ترین شغلتون الان بهش مشهورین عروسک سازیه؟ مجسمه سازی، عروسک، عروسک سازی هم میشه گفت. یعنی خودشناسی داره. عروسک ساخته تو 6370. یعنی آمار همه شو دقیق داریم؟ بله، شناسنامه دارم، داستان دارم و همه اینا هست. هر کدومشون یه داستان دارم؟ هر کدوم یک داستان دارم. نکته جالب کار شاهد اینه که عروسکاشو با مواد زاید و دورریز ها میسازه. این که هنر مفهوم مثل شعر میمونه. آشغالا هر کدوم یک کلمه است، مثل کلمه توی شعر میمونه، مثل ادبیات خاص. مثلا یه بطری آب میتونه یک مفهوم باشه، جدا اینکه شما اون بطری آب میتونید کلمه از یک بخشی از یک کار باشه. با این دید میرم جلو و بعد خودم شگفت زده میشم از چیزی که خلق کردم، با پشتش خودم رو روانکاوی میکنم و نهایت خودم رو میشناسم. و کاری هم که الان دارم انجام میدم ساختن شخصیت آدم هاست. سه تا سوال ازشون میپرسم و طبق اون سه تا سوال میسازمش. و اگه دوست داشته باشی میسازم. الان من مثلا میتونین راحت میسازم. آره، سه تا سوال ازت میپرسم. بزرگترین ترست، بزرگترین آرزوت و اینکه کی هست. این سه تا رو بعد این سه لوازمشو ولی داشته باشید. نه، هیچ لوازمی نمیخواد. شما جواب میدید، سوالا رو میدی بر فرض مثال. فکر میکنم روش و حس میکنم متریال ها رو بعد میسازم. الان یه چند تا عروسکتون رو من میتونم ببینم. این کیفتون خیلی جالب. یه کیف هم بود. خیلی هم کلن خوشش کل خوشش کلن عروسکه. داخلش هم درست داره؟ داخلش هم فکر کنم کار داشته باشم. کلن همینجوری مثلا؟ نه الان خواه همین. آره دیگه اصلا. هر روز همین. هر روز همین و اضافه میشه خیلی چیزها. چون اعتقادم اینه من خیلی با گالری ها مشکل دارم. حرف برای مردمه. وقتی من تو مترو حضور دارم، مردم اینو میبینن، یه بخشی از هنر رو انگار داره طرف میبینه. ایجاد سوال میشه، فرهنگ سازی میشه. حالا برخی از عروسکاشو میخواد به ما معرفی کنه. مرد درونم، تفکر، احساس، زن درونم، کودک درونم، صدای این دوتا رو میشنوه، آرزوم، انسانم آرزوست. دوتا دلقه که نیشخند میزنم. عینک قضاوت انسان هاست. شما نگاه میکنی مثل قضاوت شماست به این تصویری که داری میبینی. این دخترمه. نه اینجا. چند سالشه الان مثلا؟ این نمیدونم چند سالشه. الان که 3 سالشه تولید شد. و این خودم هم این موجود. این خودت؟ آره این خودم. یعنی پیچیده است. یه خورد خودت آره مثلا. و این الان کیف الان دقت کنی خیلی کثیف شده کارها، چون چندین سال این رو دوش منه، همیشه هست با هم. این دوتا دلقه که هم کارشون نیشخنده به دنیاست. خندهشون شاد نیست. به همه ما میخندن. آره نیشخند، خنده تلخ، شاد نیست واقعا. تو دور گردنش هم موشیه. یعنی قضاوت آدم ها نسبت به این شخصیت. ما آدم ها وقتی بزرگ میشیم هیچ فرقی با یک موجود 5 ساله نداریم، فقط المان ها و زوائد شخصیتیمون زیاد شده. شما همون بچه ای و من همون بچه. شما جای اسباب بازی با من بازی میکنی و من جای اسباب بازی با شما. هیچ چیزی فرق نکرد و توی این پرفورمنس این کار رو میخوام بکنم و خیلی حرکت پیش رو، خیلی حرکت پیش رو. هیچ پولی هم برای من نداره، اما برای فرهنگ سازی و رشد هنر این مملکت این کار رو میکنم.